با سلام، حسین مجید هستم، در دانشگاه نوتریچ هستیم، درست خارج از سالن بسکتبال دانشگاه نوتریچ که به اسم مردورم دوم معروف هستش. تیم دانشگاه نوتریچ بسکتبالشون که خب میدونیم بسکتبال دیویژن 1 دسته 1 دانشگاه امریکا هستش و دو بار هم به مسابقات فینال بسکتبال باشگاه دانشجویان امریکا که مارچ مدنس هست و 64 تیم با انجام میرسن شرکت کردن. برای امروز حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران که جدیداً هم از مسابقات بسکتبالی قهرمان آسیا برگشتن و قهرمان شدن اینجا هست. میگه حامد حدادی بعد از نقطه المپیک مورد توجه تیم‌های حرفه‌ای امریکا قرار گرفت و تیم ممفیس گریزلی در تنسی، ممفیس گریزلی و ایشونو استخدام کرد و با یک قرارداد خیلی خوب برای تیم ممفیس گریزلی بازی میکنه و خواهد کرد. برای امروز حامد حدادی که همتر میدین اومده به اینجا جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس با بچه های ایرانی آشنا بشه و این کمپی که امروز گذاشته فکر میکنم برای بچه ایرانی که عاشق بسکتبال هستن، ولی خب اینجا شهر لیکرز هستش، ولی خب یه توجهی هم به تیم ممفیس گریزلی میکنم برای اینکه یک بازیکن ایرانی برای اولین بار در NBA داره بازی میکنه و در هر تیم حرفه‌ای امریکا. قبلا خداداد عزیزی اینجا بازی کرد در تیم فوتبال، همون ساکر بازی کرد در سن حوزه، ولی حامد حدادی کار بزرگتری انجام داده و در تیم‌های حرفه‌ای بسکتبال امریکا در صدر دنیا قرار داره. در بازی امروز هم می‌بینیم که همونطور که در فیلم می‌بینید، شما می‌بینید بچه‌های خیلی زیاد از سن نمیدونم 6 7 8 تا 19 ساله 18 ساله اینجا هستن و واقعا دلو بهشون خوش می‌گذره. حامد حدادی هم با اون قد خیلی بلند بالای 7 فوت اینجا هستش و خیلی هم آدم افتاده و خیلی آدم واقعا خوبی هستش، با همه به خوبی رفتار میکنه، خیلی مهربون هستش. فکر کنم بچه‌ها این دو روزه اینجا بهشون خوش خواهد گذشت. ما یه سه کم داشتیم، یه همچین چیزی که در امریکا رایج هستش برای بچه‌ها کمپ دو روزه بذارن، نه اینکه واقعا یه مقدار چیز آنچنان یاد بگیرن، ولی اون تجربه، اون دیدن بازیکن معروف و همینطور موتیویشن رو پیدا بکنن که در دبستان و دبیرستان بیشتر موفق باشن، بتونن بازی بکنن. مجله جوانان خیلی زحمت کشیده، رادیو 670 زحمت کشید، بچه‌ها در ازای خیلی زحمت کشیدن، مهیار زوکایی خیلی زحمت کشید. در اصل دستون درد نکنه، خیلی عالیه، فردام ادامه داره. ما میگم اومدم فقط یه نگاهی بکنم ببینم واتس گوینگ آن. رسیدیم آقای حدادی، رسیدن، قرار بود ساعت 9 و نیم اینجا باشن، ساعت 11 و نیم. Just kidding. We're ready to go. Everyone loves this guy, he's super sexy. He's got nice legs. Look at the legs. Mr. Hadadi. What's up, brother? Good to see you, man. دو تا مسابقه ایران بردن، امروز کمپ داری. سیزن دیگه از right around the corner بزرگی شروع میشه. پیروز یه تیمتی دیگه تو تیمت اومد. درباره این تابستون رو حرف بزن، اون نقطه ها برات خیلی جالب بود، چی ها یاد گرفتی؟ کلا این تابستون مثلا خیلی خوب بود. ما رفتم ایران برش 9 ماه، بعد این اردوه تیم ملی شروع کردم، کمپ تیم ملی شروع شد و برگشتم اینجا برای سامن لیگ و مفیش بازی کردیم، تمام شد بود داشتیم دوباره، یعنی همش با بود بوده خدا شد و تابستون پر بودی داشتیم. ما بعد رفتیم داخل، من رفتم داخل چین تاپی بازی ها داشتیم ویلیام جونز که اونم قهرمان شدیم، چمپیون شدیم، مدال گرفتیم، کاپ گرفتیم. بعد برگشتیم برای اینجا؟ نه، بعد رفتم ایران 3-4 روز تمرین کردم، رفتم چین و اونجا هم نقطه بازی کردیم، نقطه بود داشتیم و خودن بازی خیلی خوبی بود. به جام جهانی رفتیم برای اولین بار و اومدم اینجا در خدمت بچه های ایرانی هستم. بهداد سمی، یعنی خود شما هست؟ بله بله. خب یعنی چی این شما پروفشنال بازی کردین در آمریکا، منظور چیه؟ من اولین سال 2007 بود توی ABA بازی کردم یه سال
بعد از ABA حامد اومد توی MBA، ولی اون اولین ایرانی بود که توی MBA رفت. MBA شما اولینی که در ABA؟ من در اولینی در هر لولی باشه توی آمریکا، من اولین حرفه پروفشنال بسکتبال پلیر ایرانی بودم. پس اولین بازی کننده حرفه شما بودین به خاطر اینکه در اون مقام ABA بازی کردین. شما ABA با MBA چه فرقی میکنه؟ واقعا فرقش اینه که لیگ NBA obviously زیادتر سکیل دارن، you know, it's more based on IQ, what you can do on and off the court. ABA زیاد athletic تره، ولی basically NBA dream job دیگه، that's the highest level you can play it. اومدیم اینجا با دو تا قهرمان بسکتبال ایران و آمریکا، ران آرتست و حامد حدادی که همه میشناسن. Ron, you're playing for the Lakers now, how's that feel? Yeah, it feels good, you know, and get a chance to, you know, just move to a different city. You know, it's a whole different lifestyle. You know, I always wanted to be in the big city. You know, you get a chance to do a lot more, you know, in the bigger cities, and get a chance to come here today, you know, and help out with the camp. See the big fella got the great things going on for the kids and in the Persian community. So, you know, it's a great thing to be a Laker. And he feels at home because there's a lot of Iranians in LA. Yeah. How do you feel about the Iranians in LA? Well, I know. I didn't know my history, you know, on a lot of Iranians in LA, but as I've started to make my move towards LA, you know, I've been understanding the culture a little bit more, just asking questions and things like that, so I'm understanding the different cultures in LA. چیز جالبه اصلا تو جامعه ایرانی همین چیز نبوده، یه کمپ ورزشی، حالا نه فقط بسکتبال، کمپ ورزشی برای جوانا، و خیلی علاقه من دارن هستن به تو دیگه، خیلی دوست دارن. خب من دوستشون دارم حتما. من خوشحالم که یک کمپی گذاشتیم با هم دیگه، با گروه خودمون که تو هست، توش بچه هستن، من مربی هستن، و امیدوارم بتونیم یه کمک کنیم به بچه های ایرانی، چون من تو خودم تو ایران که بودم هیچ امکانات نداشتم، یعنی و کفشم نداشتم، و این اولی بکنم اولین کمپ بسکتبالی ایران باشه، اتخاله سال دیگه هم انشاءالله باشه. سال دیگه هم باشه، هر سال انشاءالله باشه. حالا با من بدون من انشاءالله باشه. دیگه احتیاج نداریم شما را دیگه. دیگه شروع شد. انشاءالله من نباشم. من میام. خدا خوشمون.